سلام بچه‌ها، وقتتون بخیر. امروز در خدمتتون هستیم با حل و بررسی بعضی از تست های کنکور سال 99. هم تجربی هم ریاضی تستاشو بررسی میکنیم، به دلیل اینکه یه سری از مباحث حذف شده. میدونید که امسال یه سری از مباحث حذف شده و یه سری مباحث رو هم که بچه‌های تجربی از مباحث ریاضی ندارن، برای همین مشترک ها رو امروز حل میکنیم. توی دو تا پارت با هم دیگه صحبت میکنیم در موردش. بیشتر از اینکه هدفمون رسیدن به گزینه حتی باشه، هدفمون بررسی سوال هاست. یعنی میخوایم بررسی کنیم سوال ها چگونن، چطوری میتونن بعضی اوقات عوض شن. بعضی از سوالات رو میبینید که اینطوری عوضش میکنم. میگم اگه حالا مثلا فرض کنید ولتاژ ثابت بود، مثلا بار اگه ثابت باشه چی میشه، مثلا شتاب ثابت بود، اگه سرعت ثابت باشه این سوال رو چجوری میتونن مطرح بکنن. دنبال این میگردیم که یه مقدار بررسی حرفه‌ای‌تری روی سوال های پارسال بکنیم که توی این فرصت کم بهترین کاریه که میتونید انجام بدید. همه فصل ها رو هم تقریبا با هم دیگه بررسی میکنیم، از هر کدومش یکی دو تا مسلما، تا اینکه برسیم که یه دوره اجمالی و خوبی رو روی مباحث داشته باشیم. سال اول رو بخونید. میگه یک آمپرسنج رقمی جریان الکتریکی مداری رو به صورت 3.25 آمپر نشون میده. این اندازه به کدوم صورت باید گزارش داده بشه؟ خب 3.25 نشون داده. وقتی 3.25 نشون داده یعنی خطاتونن، چون دستگاه رقمیه، خطاتونم اندازه دقت اندازه‌گیریه که بهتون نشون میده. پس خطاتون از مرتبه 0.01، پس باید 0.01 کم و زیاد بشه. یعنی 3.25 آمپر مثبت منفی 0.01 آمپر. میدونید در رقمی ها خطا و دقت یکی هن، اما در رقمی ها رو دیجیتال هم میگن، حواستون باشه. در مدرج ها خطا نصف دقت وسیله است. فکر میکنم سوال بعدی باشه دقیقا که اون رو میبینید. بله، در این سوال نگاه کنید. میگه در شکل روبرو کدوم گزارش برای نشان دادن طول جسم مناسبه؟ نگاه کنید، 3.5ش مطمئنیم، از 3.5 به بعده، ولی ما بین اینا درجه بندی نداریم. یعنی چی؟ یعنی من میخوام بگم آقا الان دقت اندازه‌گیری من، نگاه کنید، دقت اندازه‌گیری من 0.5 سانتی متره، این دقتمه. توی مدرج ها خطا نصف دقته، یعنی خطای من میشه 0.25. این خطاه. حالا اگه من بخوام بنویسم سم قطعیه، ممیزم رو میزنم، دقت کن، من اینجا باید حدس بزنم 0.5 بیشتره. 0.5 بیشتره یعنی یا 0.6 یا 0.7. گزینه هامو نگاه میکنم، خودش حدس 7 رو گذاشته، میتونست 6 بذاره، منم 6 بذارم، پس 7 رو میذارم. این رقم رقم غیر قطعیه، دقت کنید، دو تا رقم غیر قطعی نمیتونید داشته باشید. بنابراین دیگه من عددی رو نمیتونم اینجا اضافه بکنم از مرتبه کمتر. مثبت منفیشو میذارم، میخوام خطامو بهش اضافه کنم. اما حواستون باشه هیچ وقت مرتبه آخرین رقم سمت راست خطاتون نباید از دقتتون کمتر باشه. یعنی این دوتا نباید طوری باشه که این ور وقتی می نویسید برسید 0.25، یعنی مرتبه آخرین رقمش بشه 0.01، چون مرتبه آخرین رقم 0.1، اینم نهایتا می تونه 0.1 باشه. پس اینو عوضش می کنیم، گردش می کنیم، می نویسیم 0.3، پس مثبت منفی 0.3 سانتی متر. باز هم گزینه 1مون جوابه. این هم از دو تا سوال برای دقت و خطا. خب بریم سراغ مواد پارامغناطیس. این رو فقط گذاشتم با هم دیگه بررسی کنیم، برای که یادتون نره هفته آخر هفته بررسی مطالب فراره. وقتی شما میخواید به سراغ مطالب فرار، یکی از مطالب فرار حفظی های کتابه. خیلی از چیزها در کتاب های 3 سالتون به صورت حفظی وجود داره. من از اول شروع میکنم، یه سری بحث های نانو و این داستان هاست که باید بخونید، حتما باید بخونید. چسبندگی سطحی، کشش سطحی، این چیزها در مبحث فشار هست. در مباحثی مثلا گرما یه سری دماسنج هاست و انواع دماسنج ها. میای جلوتر یه مقدار در مورد انتقال گرما صحبت میکنید، هم رفت های واداشته و این داستان ها. من همینطوری اجمالی دارم یه سری چیزها رو میگم. میای توی 11 در مورد جدول تریبو الکتریک صحبت میکنید، اونا رو باید بلد باشید، یه بررسی اجمالی روش انجام بدید.
برید جلوتر در مورد عوامل مؤثر در مقاومت و خصوصیات مولد و این داستان هاست. یکی از مهمترین ها که در 11 هم وجود داره همین بحثه که ما مواد رو از نظر مغناطیسی به 3 دسته پارامغناطیس، دیامغناطیس و پس دیاو و پاراو و فرو تقسیم میکنیم. من میخوام همشو بگم به خاطر اینکه اینو حالا پارسال دادن، شاید امسال به یه قسمت دیگه ایش تأکید داشته باشن. دیا اونایی هن که اصلا مغناطیسی نمیشن، خاصیت مغناطیسی از خودشون نشون نمیدن و سیچی. اما مواد پارامغناطیس موادی هن که دو قطبی های کاتوره ای دارن. دقت کنید، دو قطبی های کاتوره ای یا نامنظم دارن. یعنی اگر دو قطبی های اینا رو نگاه کنید، هر کدومشون به هر جهتی که دلشون میخواد قرار گرفتن. بنابراین مرتب کردن اینا کار سختیه، باید میدان قوی باشه. در میدانهای قوی مغناطیس میشن، ولی میدان مغناطیسی خیلی قوی نمیتونه باز هم اینها رو خاصیت مغناطیسی قوی بهشون بده. خاصیت مغناطیسی که بهشون میده ضعیفه، پس دوتا قوی ها برن کنار. و اینکه اینا خاصیت طبیعیشون اینه که سریع برمیگردن به همون حالت کاتوره‌ای خودشون و به صورت موقت این کار رو انجام میده. اما مواد فرومغناطیس دارم میگم که حالت دیگه شو ببینید. مواد فرومغناطیس خودشون دو دسته میشن، مواد فرومغناطیس نرم، مواد فرومغناطیس سخت. مواد فرومغناطیس نرم اونایی هستن که به راحتی آهنربا میشن، به راحتی هم این خاصیت رو از دست میدن. من یک عبارتی هم در مورد مواد فرومغناطیس کلا به کار ببرم. ببینید، مواد فرومغناطیس حوزه ای هن، یعنی توی یه حوزه همه این سمتی هن، تو حوزه دیگه ممکنه این سمتی باشن، تو حوزه دیگه ممکنه این سمتی باشن. درسته در نهایت نمیتونید بگید جهت مشخصی دارن، ولی اینها راحت تر میتونن مغناطیس بشن و اگر نرم باشن به راحتی مغناطیس میشن، به راحتی هم از دست میدن، یعنی موقتی هن. اما اگه سخت باشن به سختی مغناطیس میشن و به سختی همین خاصیت رو از دست میدن. بنابراین مواد فرومغناطیس سخت خاصیتشون دائمه. حواستون هم باشه که اینا مثال هم دارن، مثال هاشو حتما از کتاب بخونید. من دیگه انقدر وقت ندارم که بتونم در مورد مثال ها و حفظی ها کلمه به کلمه تاکید بکنم، ولی شما حتما یه تورقی کتاب درسیتون رو انجام بدید. مواد فرومغناطیس نرم رو اینو بگم که آهن و نیکل و کوبالت، نیکل و کوبالت خالص فرومغناطیس نرمن، آلیاژ هاشون میشه سخت. یه سری دیگه هم اسم برده توی پارامغناطیس ها که حتما یاد بگیرید. بریم سوال بعدی. بخونید سوال، یه چند لحظه بهش فکر کنید. رفتیم تو مبحث صوت. با زیاد کردن دامنه یک صوت، شدت صوتی، شدت، ما چند تا مفهوم داریم: شدت، تراز، بلندی که البته از کتابتون حذف شد، جز اون حفظی های کتابتون بود، و دامنه که تأثیر میذاره تو شدت، فرکانس که تأثیر میذاره تو شدت، یعنی همه اینا تأثیر گذارن، و فاصله که بازم تأثیر میذاره توی شدت. نگاه کن، میگه شدت 1000 برابر شه، آی دو به آی یک 1000، این 1000 برابر شدن. آی دو آی یک رو تا میبینید، اگر مطالب رو خوب تو ذهنتون طبقه بندی کرده باشید، میخواید برید سراغ تراز. آی دو آی یک کجا ظاهر میشد؟ اونجایی که شما مینوشتید بتا دوه منهای بتا یک. بتا دوه منهای بتا یک مساوی با 10 لوگاریتم آی دو به آی یک. خوب دقت کن، 10 لوگاریتم آی دو به آی یک. اگه 10 لوگاریتم آی دو به آی یک رو شما در نظر بگیرید و بدونید که این 1000 برابره، یعنی میشه 10 لوگ 10 به توان 3 که میشه چی؟ میشه 30 لوگ 10، لوگ 10 1، پس میشه 30 دسیبل. 30 دسیبل چی؟ دقت کن بهش، بتا دو منهای بتا یک یعنی تغییرات تراز، نه چند برابر شدن. پس دو تا گزینه اول رو بذاریم کنار، افزایش یافتنها رو بررسی کنیم. چند دسیبل افزایش پیدا میکنه؟ 30 دسیبل افزایش پیدا میکنه. پس گزینه
سه میشه. پس حواستون باشه وقتی چند برابر شدن شدت رو دارید معمولا میرید سراغ چقدر تغییر کردن تراز شدت صوت. خب اینم از این سوال، سوال بسیار بسیار مهمیه و تکرار شونده. بریم یه دونه از اتمی ببینیم. این شیفت دادن بین مباحث یکی از مهمترین اهدافتون توی فرصت باقی مونده باشه. یعنی وقتی دارید درس میخونید حتما تست ها رو از فصل های مختلف بزنید، دیگه وقت طبقه بندی زدن نیست، باید از یه مبحثی بپرید روی مبحث دیگه و ذهنتون بتونه شیفت بده از مثلا اتمی به مغناطیس، از مغناطیس به الکتریسیته ساکن. یه ترتیبی هم داره که اگر دفتر 4 رو شما درست بررسی بکنید اون ترتیب رو دستتون میاد که تقریبا تو 2 سال آینده که سوالها استاندارد نظام جدید بوده چگونه بوده و چطوری مطرح شده. سوال رو بخونیم. در اتم هیدروژن، اتم هیدروژن تنها اتمیه که ما در این فصل مورد بررسی خاص قرارش میدیم. اتم هیدروژن میگه الکترون در مدار N قرار داره. خب من یه توضیح بدم چون یکی از بزرگترین مشکلات بچه‌ها تو این قسمته. توی مدار که قرار داریم اگر بیایم به مدار پایین‌تر فوتون گسیل می‌کنیم، اگر فوتون رو جذب کنیم میریم به مدار بالاتر. پس دقت کنید وقتی در یه جا قرار داره اگر دیدید داره میره به مدار پایین‌تر یعنی داره انرژی از دست میده، اگه دیدید داره میاد به مدار بالاتر یعنی داره انرژی میگیره. پس اگر رفت مدار پایینتر میگی داره تابش میکنه یعنی انرژی رو داره گسیل میکنه و دست میده. ولی اگر دیدی که داره میره مدار بالاتر بدون یک انرژی رو گرفته، یعنی یک فوتونی رو، یک بسته انرژی رو در واقع دریافت کرده. خیلی خوب بیایید سراغ این. میگه اگر این الکترون به مدار سه برود، به مدار سه برود، من که نمیدونم کجا بوده. در اتم هیدروژن در مدار N قرار داره، به مدار سه رفته. دقت کن فوتونی با طول موج یعنی لاندا انقدر انقدر گسیل میکنه، گسیل میکنه یعنی میاد رو مدار پایین تر یعنی N پریم کوچیکتر از N، حتما اومده به مدار پایین تر. پس بریم سراغ رابطمون. R داده 1/λ ثابت ریدبرگ، 1/N' به توان 2، 1/N به توان 2. خب برو بریم تو محاسبات. لاندا رو به من داده، میگه 1200 نانومتر 1/1200 مساویه. آر رو به من داده 1/100. نگاش کن این نانومتر به توان منفی 1. پس الان نانومتر با نانومتر تطبیق دارن، تبدیل واحد نیاز ندارید. میریم جلوتر، 1/N' رو به هم داده 3، به توان 2 میرسه میشه 9. منهای 1/N به توان 2 که همین مجهول مسئله تونه، یعنی همین N رو میخوای. خب ساده کنیم، 2 تا 0 اینو با 2 تا 0 این میزنیم چی میمونه؟ 1/12 اینور میمونه، 1/9 منهای 1/N2 اونور میمونه. از این کارا نکنید که بیایید، غلط نیست این کارا که بیایید مخرج مشترک بگیرید و حل کنید، ولی معادلتون یک معادله درجه 2 میشه. چرا این کارو میکنید؟ 1/N2 رو بیارید اینور تساوی میشه 1/N2 مساویه با 1/9 رو بنویسید 1/12 رو بیارید اونور. خب مخرج مشترک این دوتا مسلماً میشه 36، 36 به 9 4 میذاره، 36 به 12 3 میذاره، پس میشه 1/36. خب به این نگاه کن، 1/N2 شده 1/36، پس N تو بوده 6، پس به مدار 6 بوده. Nمون مدار 6 بوده که اومده مدار 3 و فوتونی با طول موج 1200 گسیل کرده. چون اومده مدار پایین‌تر گسیل کرده. اگر الان به من میگفت که جذب کرده، یه طول موجی میداد که جذب کرده باشه، من با همین رابطه میتونستم برم، ولی حتما 1/N2 رو باید اول مینوشتم، بعد 1/ اون شماره اون مداری که بهش رفته، در این صورت جذبش به دست میامد. خیلی خوب، امیدوارم که متوجه شده باشید این سوالو. خیلی نکته داشت، تقریبا
همه مطالب این موضوع رو داشت. خب باز هم بریم سراغ صوت. یک بار دیگه صوت بخونید سوال رو چند ثانیه. دو تا شخص داریم، فاصله های دی یک و دی دو، فاصله های دی یک و دی دو. دی یک بتا یک شده انقدر بلندتر، نها کن اونی که در دی یک قرار داره بلندتر میشنوه، یعنی در فاصله دی یک بتا یک بزرگتر از بتا دوه. پس بتا یک منهای بتا دو مساوی با 18 دسیبل. خب بریم تو محاسبه نگاه کن. بتا یک منهای بتا دو، خوب بنوشته ها دقت کن، دسی دارید 10 میذارید، لوگ دارید میدونید، آی دو به آی یک هم میدونید، ادامه میدید کارتون رو. بتا یک منهای بتا دو، البته من اینجا باید نوشتم آی یک به آی دو، اینجا آی یک به آی دو، ترتیبشون رو دقت کنید، بتا یک منهای بتا دو، اینجا آی یک تقسیم بر آی دو. خب حالا اگر بتا یک منهای بتا دو رو بذارم 18، 10 رو هم بذارم، لوگاریتم رو هم بذارم، آی یک به آی دو رو بخوام به دست بیارم، اول اینو یه ممیز میدم اینجا، پس میگم لوگاریتم آی یک به آی دو، لوگاریتم به نوشته دقت کن آی یک به آی دو مساویه با 1.8. آقا 1.8 چی کارش بکنم؟ 3 نگاه کن خودش ببینید چی داده بهتون، باید لوگاریتما رو بده، شما موظف نیستید حفظ باشید، حفظ باشید بعضی از لوگاریتما رو بد نیستا، به جز لوگ 10 شما نیاز نداره که چیزی رو حفظ کنید. ببینید لوگ 2 گفته 3. خب من 1.8 که نگاه میکنم میگم این 6.3. اگه قبول کنم که این 6.3 یعنی 6 تا لوگ 2، حالا اگه قبول کنم 6 تا لوگ 2 میشه لوگ 2 به توان 6، تا اینجا داشته باشش، لوگ 2 به توان 6، لوگ آی 1 به آی 2 میشه لوگ 2 به توان 6. پس آی 1 به آی 2 من که میشه دی 2 به دی 1 به توان 2 مساوی با نگاش کن 2 به توان 6. من دنبال چی میگردم؟ به سوال دقت کن، من دنبال دی دو به دی یک میگردم. مگه من نمیدونستم که آی یک به آی دو مساویه با دی دو به دی یک به توان دوه؟ پس اگه جذر بگیرم یعنی بنویسم دی دو به دی یک، از این برم باید جذر بگیرم یعنی بنویسم 2 به توان 3 که میشه 8 گزینه 2. این هم در مورد تراز شدت صوت و خود شدت صوت و یکی از عوامل بسیار بسیار مهمی که در شدت صوت وجود داره و اون هم فاصله از چشمه صوته. فاصله از چشمه صوت به توان 2 در واقع با شدت رابطه عکس دارن، یعنی شدت با مجذور فاصله نسبت عکس داره. این رو کاملا توی این سوال دیدید و محاسبه کردید، یعنی هم تأثیر کیفیش رو دیدید و هم تأثیر کمیش رو دیدید. اما بریم سراغ مبحث شکست. دقت کنید، بعضی از مباحث هستن مثل مبحث شکست، انقدر سوال سنگی شاید توش دیده باشید به این فکر افتاده باشید که بذارینش کنار، اصول اولیهش رو نذارید کنار، چون خیلی اوقات مثل این سوال در تست های کنکور دنبال اصول اولیه، یعنی دنبال قوانین اصلی میگردن. من در مورد شکست هر چی قانون وجود داره بگم، در مورد نور داریم حرف میزنیم بچه‌ها، وقتی در مورد نور داریم حرف میزنیم یعنی موج الکترومغناطیس داریم که یه دستبندی جداگونه یگی یادتون باشه براتون کرده بودیم. رابطه‌ای که شما حفظید، یکی از مهمترین رابطه هاتون که بهش میگید قانون عمومی شکست، اینه که سینوس تتا 1 به سینوس تتا 2 مساوی با V1 به V2. کلن وقتی یک موجی از یک محیط وارد محیط دیگه میشه یادتون نره که فرکانس ثابت میمونه، V مساویه با لاندا F. وقتی فرکانس ثابت میمونه یعنی V با لاندا رابطه مستقیم داره، یعنی این
لاندا یک به لاندا دو هم هست. پس سینوس تتا یک به سینوس تتا دو میشه وی یک به وی دو میشه لاندا یک به لاندا دو. یادتونه که تعریف ضریب شکست بود سی به وی؟ سی که عدد ثابته، پس ان با وی رابطه عکس داره. ان با وی رابطه عکس داره یعنی چی؟ یعنی ان دو به ان یک. ان دو به ان یک. بریم ببینیم مسئله چی میخواد. طول موج نور در محیط دو چند برابر طول موج نور در محیط یکه. یعنی اگه اینا رو تو ذهنتون داشته باشید، از اینجایی که الان دارم شروع میکنم مسئله رو شروع میکنید. شما لاندا دو به لاندا یک میخواید، مساوی میشه با. ببینید لاندا دو به لاندا یک میشه سینوس تتا دو به سینوس تتا یک. به تتا یک نگاه کن، یادت هست که باید زوایا رو با خط عمود بسنجی. پس این میشه متممش هست، یعنی سی 15 تام دور شده، یعنی تتا دو میشه 45. پس لاندا دو به لاندا یک میشه سینوس 45 به سینوس سی. سینوس 45 رادیکال دو دومه، سینوس سی یه دومه. جوابم رادیکال دوه، گزینه یک. به سادگی به جواب میرسید. پس مهم اینه که ترتیب ها رو بلد باشید. دیدیم سینوس تتا با سرعت و طول موج رابطه مستقیم داشت، ولی با N، یادتون هم باشه که N فقط مال امواج الکترومغناطیس مثل نوره، درست؟ اصلا برای صوت دیگه اینو ندارید، ولی ستای اول رو در واقع برای صوت و امواج مکانیکی هم دارید. خیلی این رابطه ها رو کاملا یه گوشه یادداشت کنید، چون احتمال کنکورش به شدت زیاده. خب داریم میریم سراغ الکتریسیته ساکن. الکتریسیته ساکن یکی از مباحثیه که چند قسمت بسیار مهم داره. نیروها، میدانها، اختلاف پتانسیل و انرژی پتانسیل و خازن. یعنی این چهار قسمت معمولا حتما دوتاش توی کنکور تجربی و سه تاش توی کنکور ریاضی هست. نگاه کنی، میدان بین دو صفحه رسانای موازی یا همون خازن خودمون میدان الکتریکی یک نواخته و میدان الکتریکی یک نواخت میشه اندازش میشه اختلاف پتانسیل به فاصله. پس دلتا وی میشه اندازش میشه ای ضرب در دی. خوب به هم نگاه کن، 5-6 تا نکته پشت هم این سوال داره، ولی خودش خیلی سواله ساده ای حساب میشه. نگاه کنید، این مثبت، پس این صفحه مثبت شد، پس پتانسیل صفحه پایین از پتانسیل صفحه بالا بیشتر. صفحه پایین رو گفته بگیر صفر. اگه صفحه پایین رو بگیری صفر، یعنی هرچی بالاتر میری باید پتانسیل کمتر شه. وقتی قراره کمتر شه یعنی باید منفی شه، از صفر کمتر میشه دیگه، پس باید وی آ منفی باشه. ببین دارم تست میزنم دیگه، درجا دو تا گزینه‌مو که حذف بکنم حتما دو گام به جواب صحیح نزدیکتر شدم. سومین گامم چی میشه؟ دیگه باید عدد تشخیص بدم، چون میبینم که عددا با هم دیگه متفاوتن. خب من دلتا وی ها رو اگه در نظر بگیرم، قدر مطلق دیگه دارم در نظر میگیرم، و اون وقت فهمیدم که جوابم باید منفی داشته باشه، چون اینم صفره. هر چی دلتا وی به دست بیارم میتونم برای آ در نظر بگیرم، چون مبنای صفر رو خواهیم داشت. خب پس من اگر اختلاف پتانسیل این دوتا رو بذارم 80، بعد بذارم ای ضرب در 1 سانتی متر، دلتا وی مساوی میشه با ای دی. ایده وحید، درسته؟ یعنی اگه اینطوری در نظر بگیرم به راحتی میتونم حفظش کنم. ایده ای ضرب در ده میشه دلتا وی یا اختلاف پتانسیل که با وی هم نمایشش میدن. پس 80 میشه ای ضرب در 1. حالا اختلاف پتانسیل آ و صفر، در واقع باید بگم صفر منهای وی آ
مساوی با. ایزاب در چی؟ ایزاب در دقت کن اینجا. گفته 4 میلیمتر. پس من باید 14 بذارم. خب حالا اگر این دوتا عبارت رو تقسیم بر هم بکنم، علامت رو بیخیال شو. 80 به وی آ مساوی با 1/14. ممیز با 0 بزن، 4 8 32 تا منفی هم که قبلا تشخیص داده بودیم گزینه دومون میشه. پس در میدان بین دو صفحه رسانای موازی که بهش اصطلاحا میگیم میدان یک نواخت، یعنی میدانی که اندازه و جهتش در تمام نقاط یکیه، ما میتونیم از رابطه دلتا وی مساوی با ای دی استفاده بکنیم. بریم یه پله جلوتر. سوال 10 خازن، یکی از مباحث دیگه در واقع الکتریسیته ساکن. بخونیدش سوالشو، یه تحلیل کوچولو بکنید واسه خودتون. خب یه خازن دارید، ظرفیتشو داده، اختلاف پتانسیل بین دو صفحه‌شو گفته V1، آخرش هم دقت کنید V1 رو میخواد، یعنی ولتاژ اولیه رو میخواد. اشتباه نکنید وسط ها به یه عددی برسید ببینید وجود داره و گزینه رو بزنید. میگه اگر منفی 6 میکروکولون، دقت کنم منفی 6 میکروکولون بار از صفحه منفی به صفحه مثبت بدیم، یعنی یه صفحه‌ای داریم که بار منفی داره، ما یه مقدارشو گرفتیم، خب بار منفیش کم میشه دیگه. اگه این بار رو بدیم به صفحه مثبت که همینقدر بار مثبت داره، میدونیم در خازن یکی از صفحات کیوه یکیش منفیه کیوه، خب بدیم به صفحه مثبت، صفحه مثبته به اندازه که 6 میکروکولون بارش کم میشه، صفحه منفیه هم 6 میکروکولون بارش از نظر اندازه ای کم میشه. بنابراین کیو ثانویه ما از کیو اولیه ما به اندازه 6 میکروکولون بار کمتری داره و انرژی ذخیره شده در اون انقدر کاهش پیدا میکنه، یعنی انرژی ثانویه ما از انرژی اولیه ما 28.5 میکروژول انرژی کمتر داره. خب ادامه بدیم. ما یه فرمول بلدیم، U مساوی با Q2 روی 2C. اینو جایگذاری میکنیم. چجوری جایگذاری میکنیم؟ میگیم U پریم منهای U مساوی با Q پریم به توان 2 روی 2C منهای کیو به توان 2 روی 2C، یعنی ثانویه رو منهای اولیه کردم. خب اگه من ثانویه رو منهای اولیه کنم، طبق رابطه‌ای که اینجا نوشتم باید داشته باشم منفی 28.5 میکرو ژول، چون گفتم کم میشه، پس یو پریم منهای یو باید منفی بشه، مساوی با به جای کیو پریم میتونم بذارم کیو منهای 6 به توان 2 تقسیم بر 2 ضرب در 12. دقت کن به این، این میکروه، اینم میکروه، اینم میکروه، پس هیچ کدوم رو تبدیل واحد نمی کنم، یعنی می نویسمش 2 ضرب در 12 که میشه 24. خب منهای باز دوباره کیو به توان 2 روی بازم 24. خب تا اینجا اومدم میبینم 24 دارم، پس طرف اینم رو در یه 24 ضرب میکنم، مینویسم چی؟ مینویسم 20 - -28.5 ضرب در 24 مساوی با کیو به توان 2 منهای 12 تا کیو، دارم به توان 2 میرسونم، به علاوه 36 منهای کیو به توان 2. آقا بریم جلوتر، کیو به توان 2 و کیو به توان 2 میره،
خب 12 توی این 12 و 36 وجود داره. برای اینکه یه ذره کارم رو ساده تر بکنم میتونم این 12 رو فاکتور بگیرم با این ور ساده کنم، یعنی به عبارت دیگه همه رو به یه 12 دارم میزنم. اینجا 2 میذاره، 12 میخوره منفی 1 میذاره، 36 هم میخوره چند میذاره؟ 3 میذاره. خب چی مونده؟ یه منفی کیو اینجا مونده، یه منفی کیو، یه 3 مونده. نوشتمش این ور تساویم چی میمونه؟ 2 تا 28.5 اما با علامت منفی. 2 تا 28.5 میشه چقدر؟ 2 تا 28.5 میشه 56 تا، پس میشه 57 تا. پس یه منفی 57 الان اینجا داری. خب اگه اون کیو بیا اون 3 بیاد اینور اینو میکنه منفی 60، پس کیو تو در میاد 60. اگه کیو در بیاد 60، حالا تازه میخوای بری سراغ V1. V1 میشه Q1 یا همون Q تقسیم بر C، که اگر من اینو جایگذاری بکنم Q ما در آوردم 60، C من داشتم 12، پس جوابم میشه 5. پس میشه 5، یعنی به راحتی رسیدم به ولتاژ. یه مقدار فقط محاسباتش امکان داره اذیتتون بکنه، که البته من برای توضیح دادن مجبور بودم اینا رو بنویسم، یعنی اگه خودم بخوام حل کنم از این منفی 28.5 در واقع شروع میکنم به حل کردن، اینا رو تو ذهنم میارم، از منفی 28.5 عدد گذاری میکنم و به جواب نهایی میرسم. خب یه تحلیلی بکنی، چون یه ذره طولانی شد نوشتارش. اما بریم سراغ مبحث فصل ویژگی ماده و فشار، و مبحث در واقع نیروهای شناوریه. سوال رو بخونید، این سوال نیاز به تحلیل داره وگرنه حلی نداره، فقط باید تحلیل بتونید بکنید. خب نگاه کنید به سوال. توی ظرف خالی یه قطعه چوب روی آب شناوره، یه قطعه فلز رفته ته نشین شده اون طرف. میگه آقا اگه قطعه فلز رو بذارم توش چه اتفاقی میفته، اگه چوب رو بذارم توش چه اتفاقی میفته. دقت کنید که نیروی شناوری که اینجا داشته به چوب وارد میشده و نیروی شناوری که داشته به این ظرفه وارد شده، ظرف خالیه، هر کدوم داشته وزن خودشو چیکار میکرده؟ خونسا میکرده. حالا اگر این چوبه رو بردارم بذارم توش، نیروی شناوری میشه مجموع دوتا وزنا. قبلا هم همین بود، یعنی الان مجموع نیرو شناوری ها یعنی مقدار وزن مایع جابجا شده برابر با مجموع این دوتا نیروهای شناوری، هر کدومشون به اندازه‌ای که وارد اون مایع میشن میتونن مایع رو جابجا کنن، یعنی ارتفاع رو ببرن بالا. خب اگه این اینجا باشه یا توی این باشه، به هر حال مجموع وزنشون یکسانه، پس مجموع نیروهای شناوریشون هم یکسانه، پس وقتی من میندازم اون تو هیچ فرقی نمیکنه، یعنی گزینه یک نمیتونه باشه، گزینه دو هم نمیتونه باشه، اصلا بهش فکر نمیکنم. اما اینجا بخشی از وزن این رو داشته کف تحمل میکرده، که این جزء نیروی شناوری دیگه نیست. وقتی من اینو بر میدارم میذارم اینجا، حالا نیروی شناوریه که باید بتونه کاملا وزن رو خونسا بکنه، بنابراین باید نیروی شناوری چی بشه؟ زیاد بشه که بتونه وزن این و وزن ظرف رو در واقع خونسا بکنه، بنابراین نیروی شناوری افزایش پیدا میکنه. خب اگه نیروی شناوری افزایش پیدا بکنه، مقدار مایعی که میاد توی ظرف بالا، توی ظرف بزرگ، مقدار مایعی که ارتفاع پیدا میکنه بیشتر خواهد شد، به عبارت دیگه ظرفمون بیشتر فرو میره. وقتی این اتفاق میفته ارتفاع مایعتون زیاد میشه، طبق رابطه پی مساوی با روژه هاش،
شما میگید آقا وقتی ارتفاع مایع هم زیاد بشه حتما فشارم افزایش پیدا میکنه، پس میشه گزینه 3. اینم یکی از سوالاییه که خیلی چند سالیه بهش تمرکز کردن و حتما سوال میدن ازش، چون مبحث جدیدی بوده و خیلی جالبه که بگم از سال بعد هم توی کنکور نیست. چون توی کنکور نیست، امسال احتمال کنکورش خیلی زیاده، به عنوان آخرین سالی که این مبحث توی کنکور خواهد بود. خب اما بریم سراغ مبحث شیرین دینامیک. سوال رو بخونید، سوال رو بخونید. آسانسور داره، حرکت داره، نیروی سطح داره، تقریبا میشه گفت خیلی از مباحث دینامیک رو توی یه سوال جمع کرده. میدونید که سال 99 درس فیزیک تقریبا جزء سخت‌ترین دروس کنکور بود، چه در تجربی چه در ریاضی. خب بخونیدش کامل. نیروهایی که دارید، وزن MJ، FN یا نیروی عمودی سطح که همیشه برابر با F خواهد بود توی این شکل، چون در این راستای در راستای افقی حرکتی وجود نداره. نیروی استکاک که نذاره چتابتون روی دیوار آسانسور به پایین بلغزه. خود سوال گفته نسبت به آسانسور ساکنه، هیچ اشکالی نداره اگه موقعی بلغزه ها، یعنی اگه میگفت کتاب نسبت به آسانسور داره با شتاب فلان حرکت میکنه، نسبت به دیوار داره با شتاب فلان حرکت میکنه، ما افکا داشتیم و زیگما اف مساوی با ام آ یا اف نت مساوی با ام آ میداشتیم. خیلی خوب، اما بریم سراغ مجهول آخرمون، تکلیفمون رو معلوم کنیم. میگه نیرویی که دیوار آسانسور یا دیوار به کتاب به دیوار آسانسور وارد میکنه یا دیوار آسانسور به کتاب وارد میکنه، عمل و عکس العمل در واقع نیرویی که کتاب به دیوار آسانسور داره وارد میکنه رو میخواد. اسمش چی بود یه لحظه فکر کن. اگه گفتی FN داری یه غلط میگی، اگه گفتی R آفرین به تو. R چی بود؟ آر برایند نیروهای FN یعنی نیروی عمودی دیوار، نیروی عمودی دیوار و استکاکه به توان 2، چون بر هم عمودن حتما باید فیثاغورس بنویسیم. خب FN اون رو خودش داده، گفتیم FN اون با F برابره، میشه چند؟ 32 به توان 2. به علاوه بریم سراغ اف اسمون. به کتاب نگاه کنید، آیا کتاب ساکنه؟ نسبت به آسانسور بله، اما کلن ساکنه؟ نه، داره با شتاب 2 به طرف بالا شروع به حرکت میکنه، یعنی این استکاکه که داره به امژه غلبه میکنه و جسم یا کتابمون رو داره میبره بالا. پس من یه FSی دارم که محرکه اصخایی میکنم. FS منهای امژه مساویه با ام آه. از اینجا FS ما مساوی میشه با ام در جه به علاوه آ. اممون 2، جمون 10، آمون 2، 12 در 2 میده 24. پس من برم تو بالایی به جای این بنویسم 24 به توان 2. کنکور میخوای بدی حتما با این اعداد برخورد کردی. 3 و 4 و 5 اعداد فیثاغورسی هن. من میگم آقا این 3 هشتاست، میگی خب. میگم این 4 هشتاست، 3 و 4 و 5 دارم میگم، پس میشه 3 هشتا، 4 هشتا، جواب میشه 5 هشتا، یعنی 40 تا، گزینه 4. درست شد. اگه بخواید به توان برسونید و جمع کنید و بعد جذب بگیرید که دیگه وقت کنکور تموم میشه. یاد بگیرید اینو، اینو یاد بگیرید، بسیار بسیار مهمه. خب یه نگاهی بهش بندازید تا من برم سراغ سوال بعدی.
13 13 در مورد میدان های الکتریکی. میدان الکتریکی یه تعریف داره بچه ها، من اینجا برسم. یه تعریف داره که میشه نیروی وارد بر یکای بار مثبت F و کیو صفر، این ریخته میشه. از روی این تعریف ما دو تا میدان خاص به دست میاریم که باید بلد باشیم. یکی میدان حاصل از بار نقطه ایه که میشه کا کیو روی آردو. یکی میدانی که تو سوالات قبلی گفته بودم، میدانی که بین دو صفحه رسانه است که بود دلتا وی به دی. ما با چی سر و کار داریم؟ با دو تا بار نقطه ای. به دو تا بار نقطه ایمون نگاه کنید. یادتون باشه میدان حاصل از بار نقطه ای به بار به وجود آورنده بستگی داره، نه به بار موجود تو نقطه. میگه میدان الکتریکی حاصل از کیو یک در محل کیو دو، یعنی میدانی که این در این نقطه ایجاد میکنه، اسمش ایکه چون مثبته، پس ایک این وریه. و میدان الکتریکی حاصل از بار کیو دو در محل بار کیو یک ای دوه. بنابراین این که منفیه، ای دو رو به این ترتیب به وجود میاره. نگاه کنید که ایک و ای دو هم همجهتن. یک و ای دو اگه با هم دیگه همجهت باشن، یعنی از نظر برداری نباید علامت منفی تو تساویشون وجود داشته باشه. پس یک کدوم از دوتای اولن. اما میدان بود ای مساویه با کا کیو روی آر دو. خب اونی که داره یک رو به وجود میاره و اونی که داره دو رو به وجود میاره، خود کیو یک و کیو دو هم دیگه، چون کیو دو 4 برابر کیو یکه، پس ای دو هم باید 4 برابر یک باشه. تمام. یه چیزی رو دقت کنی، اگه همین سوال رو بده بگه نیرو بررسی کن، همین سوال رو بده به جای که بگه میدان ها، بگه نیروها چگونن، اینا حتما هم دیگه رو جذب میکنن. پس یکی به راست میشه یکی به چپ، یعنی حتما باید علامت منفی رو داشته باشید و حتما حتما هم باید نیروها با هم دیگه برابر باشن طبق قانون سوم نیوتن، عمل و عکس العمل. یعنی اگه F بود اینا میشد F1 مساوی با منفی F2، یه چیزی شبیه گزینه 3. حواستون به این باشه. خب بریم جلوتر. مقاومت الکتریکی. بخونید سوال رو، یه تحلیل بکنید. این سوال قشنگی بوده. میگه مقاومت الکتریکی یک سیم شیشه. اوکی. سه چهارمشو میبری. پس طولش سه چهارم شده. من رابطهشو بنویسم. آر بود رو. تو دلت بگو ال آم. وقتی من سه چهارمشو میبرم، یعنی آرم میشه سه چهارم شیش، پس میشه یک و نیم، میشه بخش میشه یک چهارم شیش. سه چهارمشو بریدم دیگه، یک چهارم شیش، پس میشه یک و نیم. حالا یک چهارم باقی مونده رو دقت کن، اینجاش خیلی مهمه. یک چهارم باقی مونده رو از یه دستگاه عبور میدیم که احتمالاً اسم شدید بهش میگن حدیده الکتریکی. این دستگاه چیکار میکنه؟ در حجم ثابت که طولش داره زیاد میشه، مسلماً همزمان داره سطح مقطعش کم میشه. در این گونه سوالها که حجم ثابته، آر پریم به آر میشه ال پریم به ال به توان دو. پس آر پریم به یک و نیم مساویه با، گفته چیکار میکنیم؟ طولش رو به سیم اولیه میرسونیم. ما یک چهارمش کرده بودیم، پس حالا طولش رو 4 برابر کردیم، پس میشه 4 به توان دو که میشه 16. پس آر پریم ما مساوی میشه با 16 ضرب در 1.5 که مساوی میشه با 24 اوم. این هم یکی از سوال قشنگی بود که در سال گذشته بودن. یه بار دیگه میگم،
میتونید اینو بلد باشید. تو حالت دوم اینجا که طولش چون یک چهارم شده بود معلومه که باید مقاومتش یک چهارم بشه، اما توی دومی بلایی که سر دومی آوردیم اینه که در حجم ثابت داریم طول رو زیاد میکنیم. میتونیم اینطوری بگیم، بگیم آقا طولش رو باید چهار برابر کنیم به طول اولیه برسه، پس طول شد چهار برابر. سطح مقطع وقتی طول میشه چهار برابر، خودشو داریم میکشیم تا این اتفاق بیفته، سطح مقطع میشه یک چهارم. خب ما داریم L2 به L1، A1 به A2 دیگه، پس دو تا چهار قرار بگیره که همون چهار به توان دوه که شده بود 16. روی این یه بار خودتون حتما تأکید داشته باشید و کار رو انجام بدید که به اشتباهات احتمالیش برخورد نکنید. خب یه چند دقیقه استراحت بفرمایید تا توی پارت دیگه ما بتونیم مباحث رو ادامه بدیم و چند تا تست دیگه با اتون بزنیم. فعلا خدا نگهدار.